سلام و صبحتان بخیر. آرزو دارم هر کجا که هستین صحتمند سر حال و صبح خیلی ها خوبی را آغاز کرده باشین. شما بیننده برنامه مجله صبح از یک هستین. آرزو دارم تا پایان برنامه با ما باشین و امروز می‌خوایم در رابطه با کارکردهای اخیر سرمیاش یا هلال احمر افغانی صحبت داشته باشیم، چون در هفته‌های اخیر ما شاهد بودیم که سیلاب‌ها در شماری از ولایت‌های کشور خسارات مالی و همچنان خسارات جانی بر جا گذاشت و می‌خوایم در این رابطه صحبت داشته باشیم با آقای عرفان الله شرفزوی، سخنگو و رئیس نشرات هلال احمر افغانی یا سرمیاش. و بیننده‌های ما اگر می‌خواین تماس بگیرن با برنامه و زمانی که تماس می‌گرفتن موقعیت خوب اختیار بکنن، دوم دیگام صدای تلویزیون تا را پخش کنن. شما را هم در روی سکرین تلویزیونتان ظاهر میشه 0790 13 71 71 شماره تماس برنامه است. میتونید که تماس بگیرین به برنامه و بگوین که تا حالا کمک صورت گرفته براتان و چقدر خسارات برای شما در مناطقی که زندگی میکنین وارد کرده. شرفزوی صاحب سلام، صبحتان بخیر، بسیار زیاد خوش آمدید به برنامه. و علیکم السلام، تشکر از شما که ما را تلویزیون شاهد بودیم که ولایت های بیشتر غزنی، لوگر و همچنان میدان وردک سیلاب ها بسیار خسارات هنگفت جانی و همچنان مالی بر جا گذاشته بود. میشه که در این رابطه بگوین که چی کار کرده ها صورت گرفته تا؟ بله، در ماه اخیر در تمام کشور تقریبا در هر ولایت سیلابه بودن که در 26 ولایت مردم را خساره وارد کرد و مردم را آسیب رساند و در 22 ولایت خساره زیاد بودن. در ولایت غزنی، میدان وردک، پروان، اروزگان، کندر، زابل، ننگرهار، چندین ولایت دیگه بودن که زیاد خساره دیدن. در غزنی که مسلسل بارش شدن، در ولسوالی زنخان بودن که اونجا زیاد خساره وارد کرد، در ولسوالی قره‌باغ بودن، چون مسئولیت یا وجیبه کاری ما میشه در جایی که مردم خساره از آفات طبیعی میبینه، ما باید از هر کس اول خود به صاحب رسانیم و مردم را کمک بکنیم. در غزنی در هر منطقه که سیلاب آمد و مردم را تکلیف رساند، ما اوجا رسیدیم، مردم را کمک کردیم و میانیم سروی ما در غزنی جریان داره. چون ما بار اول که میریم سروی میکنیم چی از آفات طبیعی، اولین چیزا را که اوجا ما توضیح میکنیم چیزایی میباشه که باید بخوره امروز، مواد غذایی مگم پخته شدگی، نان پخته میرسانیم، بسکت میبریم، شیر میبریم، مگم روز دوم و سیومش باز خیمه و چیزایی که اونا دو زندگی میکنن، کمپل و چیزا ای را میرسن. بعدن باز مواد خوراکی را مثل ارد و لوبیا و روغن و چیزا را روان میکنیم. در ولایت غزنی، میدان وردگ و چندین ولایت ها که ما نمایش گرفتیم، ما به کلگی ساحه رسیدیم، مردم را کمک کردیم و در آینده هم کسی که زیاد خسارت دیده کمکش میکنیم. تماس داریم شرفزوی صاحب. سلام، بیننده ما روی خط، بفرمایید. بله، السلام علیکم. سلام برادر گرامی، بفرمایید. امید است که جور تیار سپمان باشید. ما یک زمانی که تماس میگرفتین موقعیت خوب اختیار بکنین تا در جریان ازی که تماستان به برنامه وصل میشه قطع نشه. 0790 13 71 71 شماره تماس برنامه است. شرفزای صاحب، در ولایت پروان و ولسوالی سیاگرد هم خسارات بسیار برای هموطنان ما که اونجا زندگی میکنه وارد ساختن. چی کمک ها اونجا صورت گرفته؟ کدام کمک ها تا حالا شده و چی سروی شده؟ ما در ماه اخیر در ولسوالی سیاگر 3 دفعه توزیع کردیم و معاون عمومی سرمیاشت ملا نوردین تورابی خود به ساحه رفت، اونجا نزدیک ساحه را دیدن و مردم را دیدن. هر دفعه سروی کردیم، بعد از سروی توزیع کردیم و در آینده پلان دارم. همیالیم در ولسوالی شیخ علی، در ولسوالی شینواری، در ولسوالی سیاگرد تیمای ما موجود می باشه و اونا سروی میکنه و کسی که یک دفعه گرفته باشه بعدم ضرورت داره، ما بعدم سرویش میکنیم که تاکه ضرورتش را پشه. و در ولسوالی سیاگرد همیالی ما موجود می باشیم، سروی میکنیم، تیمای ما در اوج هستن و سروی چهارم هم که تکمیل شد ما کمکش میکنیم. بسیار خوب. حالا خب عمومی صحبت کردیم که در یک ماه گذشته سیلاب ها آمده بود در اکثر مناطق. اگر یک هفته گذشته را مشخصا بگوین که چی پیشرفت ها، کدام کارها کردین؟
در عموم در استرامیشت پیشرفتی یا کاری که بسیار کلان شد؟ خوب است که تماس جواب بدیم شرف زده باز بیایم روی صحبت ها. سلام بیم. خوب هستین؟ خب بفرمایید شرف زده صاحب. مو پروسه تقسیم کردن پول نقد به گدایگرای شهر کابل بودن که در 3 روز پیش این پروسه آغاز شدن. مثل که شما خبر دارین این پروسه در کابینه فیصله شده بود که باید وزارت داخله، وزارت کار امور اجتماعی و سرمیشت مشترکاً کار بکنه، وزارت داخله گدایگرها را شهر جمع کنه و وزارت کار امور اجتماعی در شریک باشه و اونا هم برشان زمینه را در بخشای کاری مساعد بکنه و کسایی که بایومتریک میشه بعد از بایومتریک شناخته میشه که گدایگر حرفوی نیست مجبور هستن اونو فامیلا با سرمیشت معرفی شوه. اونو فامیلا با سرمیشت معرفی شدگی است مگم بعد از او که با ما معرفی میشه ما بعدا میریم سرویش میکنیم خود خوب مطمئن میکنیم که با ما کهش معرفی شده اینمی واقعا مستحق است یا نه. وقتی که واقعا مستحق شناخته شد ما اونا را کمک میکنم در هر فامیل با یک نفر 2000 افغانی میدم. اگر در یک فامیل 10 نفر باشه ما با او فامیل 20000 روپیه میدم، اگر در یک فامیل 7 نفر باشه 14000 روپیه میدم. شرف زاده صاحب، چگونگی شناختی از امی فامیل؟ مثلا یکی از کسا امی مسلک یا بگویم امی کار امی کنن به خصوص امی گدایگری و اونا شاید بگوین که ما مثلا 6-7 نفر هستیم، چطور شما شفافیت بخشیدین این پروسه را؟ چون ما که وقتی یک جای میریم سروی میکنیم، سروی ما جدا از دیگر نهاده هستن، میریم خودم میریم اول دسته با دانی کسی نمیکنیم که یک ملک گذر با ما بگه یک ملای ما با ما بگه، میریم امو خانه امو جستاد میشیم. وقتی که در جای رسیدیم اول امو نفر را پرسان میکنم که این نفر کیست، نفر اگه پرسان کرد نفر رو پیدا میکنیم، از او پرسان میکنیم، بعدا ادامو صاحب پرسان میکنیم چیزی که اینی آدم میگه درست است یعنی. وقتی که خوب مطمئن شویم که اینمی نفر مستحق است، بعض او را ما میاریم در مرکز و در مرکز اونا رو تثبیت میکنه که مستحق است و شرایطی که ما داریم فرمای و جدولی که داریم طبق امو برابر باشه ما باز کمکش میکنیم. این پروسه گدایگرام که شروع شد 3 روز پیش ما تقریبا با 83 فامیل پول توزیع کردیم و اینمی پروسه آغازش بود که هر روز جریان داره. اینمی مردم کلی با مو سیستم شناخته شده بود، تیمای ما رفته بود وقتی که وزارت داخله اونا را به ما تسلیم کرده بودن، ما رفتیم خانه شان دیدم، وضعیت شان دیدم، هر چی شکل دیدم خوب مطمئن شدیم. بعدا اونا را در لیست گرفتیم که هر ماه ما با اونا به هر نفرش 2000 افغانی میتیم و با یک فامیل 15000-16000 روپیه. خیلی خوب، روی از این موضوع بشارم صحبت میداشته باشم شرف زاده صاحب. تماس داریم. سلام، صبحتان بخیر، بفرمایید. خیر هستی، سیاد شما خوب، جانجور صبح بخیر. تشکر برادر گرامی، بفرمایید اسمتان از کجا تماس گرفتین؟ بله. نامتان از کجا تماس گرفتین برادر؟ وفا هستم از ولایت فرا. بفرما. محترم، من از می آیت هسته چیسته؟ من از می سوال داشتم، گفتم به می ولایت فرا چرا رسیدگی نمینه؟ کمک هایی که می آیا برای ما نمیرسه، چون در مو سال پیشتر خساره دیدیم، از می سلزدگی ها ایچی برای ما کمک خود نرسیده. در این وقت ها که در می اخیرا سل بیانه در منطقه تان سل نیامده؟ در این سال نه. تشکر، بخیر باشین، انشالله پاسخ میتن برتان. ممنون. شرف زاده صاحب گفتن از ولایت فرا، سال گذشته را گفتن البته، چون مشخصا کارکرد شما ای است که منطقه که سیل بیاین و یا حادثه طبیعی صورت بگیره اونجا شما باید کمک بکنید. بازم اگر جواب دارین برشان. بله، ما در ولایت فرا در این سال که سالی که گذشت زیاد کمک کردیم، چندین هزار فامیل کمک کردیم. او مردمای بودن که اکثریتش از خشکسالی اذیت می‌بردن، مردمای بودن که فصل نداشتن، زمینشان آب نداشتن، اونا رو کمک کردیم. مگم در فرا در کل کدام حادثه طبیعی بدون خشکسالی نامده. یکی وقتی که ما در یک جای کمک میکنیم اولویت میبینیم که اینجا کدام آفت است. اوجا خشکسالی بودن، ما مردمای خشکسال که اذیت از خشکسالی دیده بود اونا رو کمک کردیم. اگر سیل بیا ما مردمای سیل کمک میکنیم، اگر زلزله بیا ما مردم میرم امور کمک میکنیم.
بسیار خوب. در رابطه با می کسایی که گداها بودن، ما شاهد هستیم که در این وقتها، البته می هفته گذشته، باز هم یک تعداد از کسا در روی جاده ها دیده میشه که گداهی میکنه، بخصوص در شهر کابل. چی برنامه مشخصی از گرچه مقام ها گفتن که کسایی که دست باز میزنن به می گدا مسلکشان، البته گداییگری، اونا را باید تعقیب بکنن و یک راه حل برشان سنجیده شد تا با مو ماشی که برشان شما تعیین کردین و ماشی که میتین به مو قناعت بکنن، کدام برنامه مشخص در این راستا هم وجود داره؟ یکی در شهر کابل دوباره میای با گدایگری، یک چیزی است و مردمای نو که در شهر کابل میای گدایگری شون یه چیزی دیگه است. مردمای نو که میای اونمو دینه می پروسه شامل است که به گرفته میشه، بایومتریک میشه و با ما معرفی میشه. مردمایی که بعدن از کما گرفتن ما میره گدایگری رو شروع میکنه، ای که وزر داخله هم رایشن چی میکنه، دیگه ارگان هم رایشن چی میکنه، ما دو چیزی گفته نمیتونم. اگر ما ثابت کنم که یک نفر کمک از ما میگیره و بعدن میره گدایگری میگیره، ما کمک خود سرش قطع میکنیم و بعدن وزر داخله میفهمه که ایره در زندان میبره، ایره چی میکنه، و ما کمک خود سرش قطع میکنیم. 0790-13-71-71 شماره تماس برنامه است، میتونین تماس بگیرین و در رابطه با سیل هایی که در مناطق تان آمده و همچنان چه کمک های تا حالا صورت گرفته با برنامه تماس بگیرین. مهمان برنامه آقای عرفان الله شرفزوی، سخنگو و رئیس نشرات هلال احمر افغانی است یا سرمیاشت. در رابطه با ولایت پروان و همچنان ولایت غزنی، تا حالا هم کمک ها جریان داره و چی پلان هاست بخیر در آینده که آنهایی که خانه و همچنان زمین کشت زراعتیشان از بین رفته، بر اونها چی پلان دارین که آیا کار صورت بگیره بیشتر یا نه؟ همکارای ما میگه تماس داریم. سلام، بفرمایین. خب کسایی که مثلا کشتزار داشتن در زمینایشان تخریب شده، آیا کدام مقدار پولی را هم در نظر گرفتین بر اونها؟ بله، کسی که خانهشان تخریب شدگی است، اونا را ما در یک کتگوری میگیریم. کسی که خانهش تخریب نشده، کمک صدمه دیده، اونا را در دیگه کتگوری میگیریم. و کسی که باغش و فصلش و کشتزارش تخریب شده، او را در کتگوری سی. ما کسی که فصلش از بین رفته، اونا را کمک غذایی میکنیم. ما هم نزدیک یک پروسه دیگه از ما شروع میشه که با اونا در بخش زراعت کمک بکنیم. و اینمی بخش زراعت زیاد بخشا داره که ما اونا را تخم تقسیم میکنم، اونا را زیاد چیزا را تقسیم میکنیم که اونا چیزی که از دست داده دایی در آینده امورا پس پورا بکنه. و مثل یک نفر کشت داشت، اما کشتش که سیل برد شاید 10,000 روپیه 15,000 روپیه اما حاصلش بوده. ما سیستم که برای جور کردیم که نمی پیسه را پس برش پورا بکنه، این پروسه زراعت که در بخش زراعت فعالیت شروع میکنم در نزدیکی آغاز میشه. بله، ولایت لوگر ولسوالی خوشی در بیشتر صفحات مجازی هم دیده شد که واقعا اونجا یک سلسله اطفال بودن، تا کودکان و زنان در سیل های اخیر که آمدن جانشان از دست دادن و بسیار وضعیت وخیم بودن. بعض مردم با شکایت داشتن که اونا یعنی اجازه نمیتن امارت اسلامی که اونجا خانه جور بکنن و مکان جور بکنن. در این راستا شما چی فعالیت های داشتین بخصوص در ولسوالی خوشی ولایت لوگر؟ وقتی که در ولسوالی خوشی سیل آمد، اولین نهاد سرمیاش بود که به صحرا رسید. اونجا یک کم جور کرد و کم ده ها خیمه برشان جور کردن، اونا آمدن در خیمه ما زندگی را شروع کردن و اونجا جای به جای ما برشان چیزی که لازم بود، چیزی که ضرورت اولی بود برشان تهیه کردیم. امیال ما کمکش میکنیم، اونجا تیمای سیهی ما موجود میباشه که اونا کمکش میکنند، تیمای حوادثی ما موجود میباشه که با اونا کمک غذایی و غیر غذایی میکنه. ما کمکش میکنیم. ای که با اونا اجازه خانه داده میشه یا نمیشه، این کار ما نیست که ما دایی برای چیزی بگویم، اما ما کمکش میکنم. وقتی که اونا خانه را بخواه، ما چون در ولسوالی گیان پکتیکا، در ولسوالی سپیره خوست، در ولسوالی برمد،
پروسه را آغاز شدگی اوجا ما با کمک فدراسیون بین المللی مردم را خانه جور میکنیم. با اینمی اگر ایجم لازم دیده شوه و در بودجه ما برایشان جای باشه، ظرفیت باشه، ما برایشان کمک میکنیم، همه تا حال نه. بسیار خوب. در رابطه با می بارندگی های شدیدی که در چند ولایت افغانستان صورت گرفت، نهادهای مدد رسان جهانی چقدر کمک ها کردند و بخصوص کدام کشورها بودند؟ ای که در کل کدام کشورها بودند زیاد بودند. مگم امرای ما که کدام کشورها بودند که کمک کردند، ژاپن بود، چین بود، آلمان بودن، فدراسیون بین المللی بود و زیاد کمک کردن و کشور ترکیه بودن که جمعیت هلال احمر ترکیه ایجا آمد و ایجا زیاد کار امرای ما شریک دارم، یعنیم امرایشن شریک کار میکنم، موسیسه خیریه IHH شامد و موسیسه خیریه حسنات شامدن، چندین نهادهای دیگه شام امرای ما مشترک کار کردن و یعنیم ما در میدان وردک در ولسوالی سید آباد دیروز سروی آغاز شد و اوجه ما با 400 فامیل که چیزی میتیم مواد غیر خوراکی، اونا کمک هستند که موسسه IHH با ما دادن و ما با اون مساحت تقسیم میکنیم. بیشترین کمک ها شرف زیست پول نقد بود بر شما یا مواد خوراکی و اشیا؟ در بخش زلزله که در پکتیکا و خوست شده بود زیاد کمکایشان خوراکی و غیر خوراکی بود، مگم پولم بودن که ما اوجا تصمیم داریم تا 8000 فامیل کمک نقدی بکنیم که زیادش شدگیست. مگم در بخشای سیلاب کمکایی که شدن زیادش پول بودن، چون ما باید زیاد با مردم ها چیز را آماده میکردیم، چندین کشورها بودن که آمدن و ما پول دادن. بسیار خوب. این کمک ها باز ماهانه صورت میگیره یا یک بار که کمک شد برای کسایی که مثلا زمین لرزه بوده و یا حوادث طبیعی بوده یا ماهوار پرداخت میشه به اونا یا مثلا غذایی کمک شده؟ یه تفاوت داره. بعضی ساحات هستن که ما اوجه یک دفعه فقط کمک میکنیم، برای دوم میفهمیم که اینجا ضرورت نیست و جایی هستن که ما بعد اوجا اگر ماهانه باشه بسیار خوب، یعنی 15 روز هم کمک میکنه، مثل در رسوالی گیان یعنی پکتیکا، یعنی ما در هر 15 روز اوجه یک توزیع داریم، چون اوجه مردم نه خانه داره، نه زمین داره، نه یک چیزی داره که کار بکنه، هیچ چیزی نداره، مجبور هستن که کسی برایشان یک چیز بده. ما اوجه هر 15 روز توزیع داریم، پیش در هفته توزیع داشتیم، اوجه کسی نمانده که هر ما از ما چیزی نگرفته باشه، ضرور گرفته در رسوالی سپیر اموتو، در رسوالی برمل اموتو، مگم در بعضی جایی که مثل سیل میاد خانه را تخریب میکنه، بعدا همون نفر کار داره، وظیفه داره، زمین داره، اینمو با مو وقت مجبور بود که چیزی نداشت با یک ماه، ما چیزی را برش دادیم که در یک ماه زندگی خودت بگذارن، ما دومو خودش میتونه که یک چیز برای خود پورا کنه. بله، تشکر شد افزوی صاحب. پس از میان برنامه کوتاه ادامه مجله صبح. شما بیننده مجله صبح از یک هستین و با آنهای هم که میخواین با برنامه تماس بگیرن 790-13-71-71 شماره تماس برنامه است. مهمان ما آقای عرفان الله شرفزوی، سخنگو و رئیس نشرات سرمیاش با ما هستند و زمانی که تماس میخواستین که بگیرین موقعیت خوب اختیار بکنین، دوم دگام صدای تلویزیون تا را پخش بکنین. شرفزوی صاحب، در رابطه با امی پروسه که شما جدیداً آغاز کرده این کسایی که گدا هستن اونا را ماش میتین، پلان ها در رابطه به این که وسیع بسازین این پروسه را در ولایت ها و اگر ولایت ها برین از کدام ولایت آغاز میکنین؟ بله، ما پلان داریم که نمی پروسه را وسیع بکنیم، طوری که رئیس یومی افغانی سرمیاش درست پیش در آغاز این پروسه به خبرنگارا گفتن که ما پلان داریم که را به ولایت ها دراز بکنیم. اولین که ما هر کاری که شروع میکنیم از زونای خود شروع میکنیم، از ولایتایی که در او نفوذ زیاد هستند، ولایتایی که در او مردم زیاد زندگی میکنند، مثل ولایت بلخ، هرات، کندهار، جلال آباد، کندوز، این همه ولایت‌ها شاید از امو آغاز شود تا تصمیم نگرفته شده که از کدام ولایت باشه، مگر این همه جو مرکزای زونی ماست، بعدا در هر ولایت نمایندگی ماست، از او مزونی ما که هستند دیگه ولایت‌ها کنترل میشه.
شاید ما دمو ولایت شروع بکنیم بعد اون دیگه ولایت، مگم این پروسه را که ما از کابل با دیگه ولایت ها میکشیم کمک شاید وقت بگیره، چون هر سیستم به بودیجه پیش میره. ما با گدایگرایی که این سال برایشان کمک میکنیم در شهر کابل که هستن، با 7000 فامیل در بودیجه خود جای دادیم این سال. اگر 7000ش در شهر کابل پوره نشوه، ما مو نفرار از دیگه ولایت ها میگیریم، مگم در بودیجه که در نصف سال یک دفعه دیده میشه و کفایت کرد یا نکرد، در او باز دیده میشه که کدام ولایت گرفته شوه و بودیجه هاش با چی انداز بله. در کابل مشخصا چی تعداد افراد بوده؟ تله که به ما معرفی شده 100 فامیل هستن از 400 زیاد، یعنی بیشتر از 100. نه تله که معرفی شده ای هر روزه جریان داره. خب که به ما معرفی میشه و ما کمکش میکنیم، از 400 و چند فامیل ما تله 83 فامیل کمک کردیم و در روزه جریان داره. فقط آغازش کردیم که اونا به ما معرفی میشه و ما میبریم به سروی و به شناختن که دقت بکنیم، بعدا او رو تثبیت میکنیم و کمکش میکنیم. شاید در کابل اینمی 400 کلی با ما معرفی شده، اینمی ده برابر شد. خیلی خوب، بیندیم و از فاریاب تماس گرفتن، بفرمایین. بله سلام علیکم برادر خان، خوب هستین؟ شاید خوب هستین؟ تشکر خواهر گرامی، بفرمایین چی سوال داشتین؟ ما از شرفزی سر سوال داشتم، مدت بفرمایید. خب تماسشان قطع شد. از ولایت فاریاب میشه که در این رابطه هم صحبت داشته باشیم، به فاریاب تا حالا کمک ها صورت گرفته و به چه تعداد است؟ بله در فاریاب هم در سالی که گذشت ما زیاد کمک کردیم، چندین هزار فامیل بودن که ما در فاریاب اونا را کمک دادم و اوجه مکسیرت مردمایی که بودن از خشکسالی اذیت می بردن و فصل و زمینشان کمک صدمه دیده بودن، مگم زیاد حوادث طبیعی اوجه مثل دیگه ولایت آوری پیش نماده، ما کمکش دادی با دیگه بخشان نکرده. خیلی خوب، 0790-13-71-71 شماره تماس برنامه است. شرفزوی صاحب، پروسه را که شما آغاز کردین قبلا هم سرش صحبت داشتیم، پلان دارین که برای آنهایی که مثلا فامیلشان یا بیشتر است و برای بعضی ها که فامیلشان کمتر است، مثلا در یک فامیل شاید یک گدا باشه که 3 نفر باشه، ولی اما مقدار که شما برشان میتین بسنده نباشه، کدام میار خاصی هم دارین که متوازن شوه می پروسه، بخصوص در رابطه با پول؟ ای تو که امیال تصمیم گرفته شوه و در باره فیصله شده باشه نشدگی است، مگم در از پیش یک پروسه ما داریم که وقتی که یک فامیل ما یک چیز میتیم و بسنده نمی باشه، ما بفهمیم که نمی بسنده نیش، ما کمک دیگه شم میکنیم. یکی با یک فامیل، در یک فامیل 3 نفر هستن و 6000 روپا ما برش میتیم و بسنده نباشه، این به این معنی نیست که ما دیگه پیسم از امو پیسه برشان میتیم، دیگه کمکش میکنم. او میگه که 6000 با ما کفایت میکنه، ما مواد خوراکی برشان میتیم که 6000ش به مریض و به دیگه چیزا شوه و مواد خوراکی داشته باشه. خیلی خوب، مواد خوراکی هم متواتر میباشه یا دونمو مقطعی که برشان نیاز پیدا میشن؟ متواتر می باشد. در بسته مواد خوراکی ما چون چیزی که بسته سرمیش جور میکنه او یکی است. خوب از خیصر از بسته خوراکی صحبت میکنیم، تماس داریم شرف سوی سر. سلام، صحبتان بخیر، بفرمایید. تماستان به برنامه وصل است، بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم سلام برادر گرامی، بفرمایید. خوب هستین؟ بخیرین؟ تشکر. خوب هستین؟ بخیرین؟ تشکر، بفرمایید سوالتان برادر. مصطفی بودم از ولایت بادغیس. بفرمایید برادر. این برادر پرسان که بگذارین زنزل آزده ها که زنزل آزده ما مردم هیچ کمکی رو ما نشده. تشکر. در ولایت بله اینا گفتن که به امی زمین لرزه که اخیر صورت گرفته در ولایت بادغیس هم زیانمند شدن، تا اونجا چی کمک ها صورت گرفته شرفزاده؟
اگر یک فامیل دو فامیل شده باشه تالی ما چیزی نکرده ایم و به ما راپورم نامده که اوجه مردم از زلزله زیان دیدگی است. در ولایت کنر که امیال تیمای ما اوجه موجود استن، اونا رفته سروی را تکمیل کرده، شاید امروز یا سبا برشان توضیح بکنیم. مگم در بادغیس در زلزله اخیر که چندین روز پیش بود ما کدام خبری نداریم. بله، تماس داریم، بفرمایید. بفرماین تماسان به برنامه وصل است. بله، سلام علیکم. تلفن تیم قد شد نه پیشتر باتون زنگ زنیم که من گفتم شرف زیست مورا دن تی سرامیش تی کلا بدن معرفی کلا بدن مدت سی ما میشه که دن معرفی ما سایکله شدی میز نیست که دمو کمت دیه دیرز من دمو کسا که شماره شد دار بدن زنگ زنگ بدن گفتم تی سال حکومت نمونه تونزه دفاری بگر حکومت کمت بزنگین تونزه کمک صورت نگرفتن اما تشکر. من خودم دیوستم تا به فامیل سرپرست ندارم، یک برادر هست من سکلینر هست قابل میرم یه در روز نیو سابرته میره اونمون رو گزاران خانه ما شده شده بیچاره بگویم مستم مستحق بگویم مستم اینم شکره شدیم که چی وقت شرازه است کمک میکرد کمک شما نیه. بله تشکر خواهی گرم. کمک صورت نگرفته تونزه. تشکر شرف زیست فاریاب خارم تماس گرفته بودن که اسمشان نگرفتن در لیست هست ولی تانوز کمک صورت نگرفتن. بله خوار چندین دفعه به برنامه زنگ زد و ما به فاریاب تماس گرفتم، گفت مشکلش با اونا شریک ساختم، اونا در نیست گرفته، میگه وقتی که به ما مواد برسه برشان توضیح میکنیم. اونا خودشان میگه که اونا به ما گفته که تالی چیزی نداریم، وقتی که در یک نمایندگی چیزی نداشته باشیم ما از کجا یک چیزی را پیدا کنیم با یک کس بتیم؟ از مرکز که به نمایندگی روان شو، نمایندگی مسئولیتشان است کسی که فقیر باشه با اونا کمک بکنه. بسیار خوب. در رابطه با بسته‌های مواد خوراکی گفتین که خالص رمیاشت اینا را میگیرن و بسته‌بندی میکنن، چه چیزهایی هست؟ چیزی که افغانیست را میاشت بسته‌بندی میکنه، از بازار میگیره و در بسته خود جای بجای میکنه، بسته خوراکی دو ارد میباشه 50 کیلو، دو لوبیا میباشه 7 کیلو، دو برنج میباشه 20 کیلو، دو بوره است، دو دال است، دو مکارونی است، دو روب است. مگم بسته غیر خوراکیش که است دو یک دانه خیمه می باشه، 7 دانه کمپل می باشه، 2 دانه بشکه آب می باشه، یک یا 2 دانه ترپال می باشه که وقتی یک جای خراب میشه که اونا سرش بشینه. و اینمی چیزای بسته غیر خوراکی ما هستن. مگم بسته که تماس دارم شرف زوی سوی با مزرع. سلام بفرمایین. سلام علیکم. علیکم سلام، بفرمایید برادر. وقت بخیر جان شما جاره. فدی مسئولی داشتون که در رابطه به کمک های سر نیاش بخش حوادث این نظارت میشه یا نمیشه؟ چون کمک ها از نظر ما شفاف نیه، کارمندای دولت سابق رفیقایی داره و عرض حوادث هایی رخ بیده مثل شلابایی که تا شده بولسولی عبدالسکان بین بولسولی عبدالسکان و فرسی سیلاب شدید بود و محادثی که رخ داد او وقت کسایی که متضرر نیشید بود کمک ها دریافت کرد رست پالی باش کمک شورت نگرفته به خاطر چیزی که ما فهمیدیم یا هست چون کارمندای دولت سابق رفیق دار هم همینجیم مردمی که متضرر شده ایلیزوانش تا پای پرتو هیئتی نرفته هیچ کمک هم بشون نشده و کسایی که متضرر نشده کمک های دریافت کرده. همین اگر اینکه باشه که نظارت شه کنترل شه بسیار خوب گرد میشه به خاطر اینکه کمک به دست مستحقین میرسه. دیگه عرضی ندارم. سلام علیکم. تشکر برادر. در رابطه با شفافیت هموطن ما تماس گرفتن شرف زوی صاحب از ولایت هرات در ولسوالی از اسکند فکر کنم سیلاب ها آمده ولی تا هنوز کمک صورت نگرفته، اینا ادعایشانی بودند که بغیر از کسایی که زیانمند شدن اونا کمک دریافت کردن. طوری که شما خبر دارین در هر ولایت یک کمیته جور شدگی است، او را کمیته استقرار میگه. در کمیته استقرار چندین نهاده میباشه، چند وزارت است و چند موسسات است و ما هستیم. وقتی که در یک ولایت سیل میه هر چی که میشه یک آفتی که میه و زیاد مردم را زیان میرسانه اوجا کمیته استقرار زود میشینه بازی که به هر ساحه رسیدگی شوه ساحه تقسیم میکنه
میگه که دای اینمی ولسوالی اینمی نهاد میره د ولسوالی اینمی نهاد میره اگر دای ولسوالی افت باشه باز میگه که دای قریه سرمیاش بروه د پالویش که دیگه قریه است د و دیگه نهاد دیگه اینمی رقم تقسیمش میکنه باز در هر کس که دکسه همه را مسئولیتش هست که اوجه کار پیش ببره یک چی سوی تفاهم که مردم چی میکنه اوی است که هر جای چون نام اسلامیش در مملکت بسیار زیاد واضح هست هر کس نام اسلامیش نمیشنسه در یک جایی که یک نهاد میره کمک میکنه هر کس فکر میکنه که اسلامیش است آمد و وقتی که از اونها کوتاهی میشه سر اسلامیش توانش میکنه میگه اسلامیش نماده بود یکی را دلش گرفت دیگه را دلش نگرفت در اصول ما هیچ وقتی نیست که ما از کسی پرسان بکنیم از کسی لیست بطلبیم ما میرم خودم خود میرم اما ساحه را میبینیم خانه را میبینیم نفر را میبینیم باز دلش جای بجای میکنیم در اسلامیش هر وقت که یک شکایت پیدا شده به ما رسیده در مرکز که در فلان ساحه سرمیشت کمک کرده و ما رفتیم بینیم روی خط منتظر شد روزی سوید با مزد ادامه میتیم صحبت ها را سلام بفرمایین بفرمایین صدای ما را دارین برادر؟ بله سلام برادر عزیز خوب هستم علیکم سلام تشکر خواهر گرامی بفرمایین در باری کمک ها بود برادر برنامه تا ندیدم نه؟ بله بفرمایین سوال داشتین؟ بله همین کمک ها کوچه ها می آیا هزار بار لیتگیری شده نام گرفته میشه اما موادش رسیده نمیشه همین جایی که پیسه دار باشه بای باشه دمونا مواد داده میشه نامشون هم گرفته بشه جایی که غریب بیچاره باشه همیشه پتلان است چرا در اینا داده نمیشه برادر؟ بله تشکر خواهر گرامی سوال دیگه نداشتین؟ خب بفرمایید شرف زیست ادامه صحبت های قبلی در یک جایی که ما میرم سروی میکنیم سروی رو تکمیل میکنیم و بعدا کمک روان میکنیم شکایت که در مرکز آمده از مرکز که یک تیم مقرر شده که برین یک شکایت هم در اون ساحه ما بودیم که کمک کردیم که رفتم و شکایت نقل هیچ چیزی ثبوت پیدا نکرد یک کسی ادعا مگه کده باشه نفری که ادعا کرده امو را میاریم که بیا تو ادعا کرده بودی که نمی رکم در ایجا شفافیت دم امو خودم میکشه میگه نه باز به دلیل و به چیزا حاضر نمیشه ما به این نتیجه رسیدیم که در سرمیاشت شفافیت کامل است مگم دیگه نهادا شاید مشکلی داشته باشه مشکل دیگه نهادا سر ما تاوان میشه که سرمیاشت جمع ده بود شفافیت نبوده دیگه چیز و خواهری که گفت که سروی شده و کمک نمیشه سرمیاشت هیچ وقت در اصول خود در فعالیت خود این نداره که یک سهر سروی کنه بعد برایشان کمک پیدا کنه سرمیش که وقتی کمک پیدا میکنه کمک موجود میشه بعدا سهر معلوم میکنه که اینمی کمک شد اینمی رو ما روان میکنیم به ولایت غور به فلان ولسوالی به فلان سهر بعدا که سهر مشخص شد امر میکنه به تیمای سروی ما که برو امو سهر را چی بکن تا که اونا سروی خود تکمیل میکنه مواد میرسه در امو سهر متصل توضیح میکنیم یک سروی میشه باز کمک نمیشه یک کاری معنی شاید دیگه نهادا باشه خیلی خوب در ولایت هرات همچنان گفتن که گرچه شما در جواب برشان گفتن ولی میشه که به خواهر ما گفتن کمک ها صورت نگرفته و کسایی که مثلا اسمشان هم نشته میشه مستحق نیستن واقعا یا امکانات زندگیشان خوب است ای گپایشان درست است مگم در حق اسلامیش نه ما در ولسوالی گیان خودم رفته بودم رئیس یومی بود چندین نفره بودیم اوجا مردمایی که نهادهای خارجی که میایه اوجا مو جریان دیده میایه تماس بگیریم شرفزو سوی باز بیاییم به ادامه صحبت هایتان سلام بفرمایین بله سلام علیکم علیکم سلام بفرمایین از کجا تماس گرفتین سوالتان از کابل از خیرخانه اوزی پانکه بسیار خوب بفرمایین گفتم ببخشی برقام و نیک مگر می خواهیم این موضوع را شما در تلویزیون تان به وزارت معارف بگویی خب بفرمایید موضوع از این قرار است که تمام مکاتب شهر کابل شهرتنامه های سال 1397 و 1400 آمده بله موضوع برنامه خواهر گرامی در رابطه با سیلاب های اخیر و همچنان حوادث طبیعی اخیری که در ولایت ها صورت گرفته درباره کمک ها و
همچنان فعالیت های سرمیاشت است. شما همین موضوع را بگیره با اغارت ما را گفتم بگوید. درست است، همکارای ما با شما صحبت میکنه و میشه که به اونها بگوید و انشالله بعد از برنامه رسیدگی صورت میگیره. تشکر از تماستان. خب شرافزه صاحب بفرمایید، در رابطه به رسولی گیان گفتین. گفتم که یک نهاد که نمی جریان می بینه که سیل از زلزله از دیگه آفات است، دلش میشه که کمک بکنه. ای از بیرون میای ایجای نه کدام تیمی داره، نه مردمای داره، هیچ چیزی نداره، فقط مواد خدا بود. علی نمیفهمه که ایره در کجا توزیع بکنه، ای نمیتانه که به ساحت خدا برسانه که او بسیار دور باشه. ای که در اون بازار شهر میرسه، در اون ولسوالی که میرسه، اونجا زود تقسیمش میکنه. اونجا باز که مردمای که ایره میگیره، مردمای باشه که دیگه موسسه میامو کار میکنه، دیگه میامو کار میکنه، مردم میگه که یک نفر سه دفعه گرفت، واقعا شاید با مو سیستم سه دفعه بگیره، مگم از ما گرفتن نمیتانه، چون ما تیم داریم در سطح مملکت از 2500 زیاد تشکیل داریم، 31000 رضاکار داریم، در هر نقطه مملکت خود رسانده میتانیم و ما این ضرورت نیست که در ولسوالی تقسیم بکنیم و در جای خود نرسانیم. ما مواد خود رسانده میتانیم، پرسنل ما در جای رفته میتانه، جایی که اذیت باشه، جایی که فقیر باشه، ما موجه میریم. دیگه موسسات اون موسسات خرد میای اینه میکار میکنه، اون مو کارایش سر نهاده داخلی مثل استرامیش توان میشه. خیلی خوب، در رابطه با فعالیت هایی که قرار است در آینده داشته باشین، بخصوص در یک هفته پیش رو. بله، در آینده در چندین ولایت ها ما که از سیلاب مردم ها خساره دیده باشه، سروی امیال در چندین ولایت ها تکمیل شده گیست و در چندین ولایت های دیگه جریان داره. پلان داریم که پولی نقد برشان توضیح بکنیم و در چند در مای هفته اخیر نمیگم، در یک ماه و دو ماه در سطح مملکت به 70000 فامیل ما کمک میکنیم که امیال ساحت و ولسوالی و کلگی چیزایش تنظیم میشه که در وقتی که پلان جور میشه و ساحت معین میشه، ما اینمی 70000 فامیل کمک میکنیم در سطح مملکت. بله، 70000 فامیل در کل ولایت ها شمول است؟ بله، این در سطح مملکت است. بله، تماس داریم. بله، بفرمایین. سلام علیکم. سلام، بفرمایین برادر. سوال مونی بود افرایی که از ولایت پکتیا آسیب بین از طریق سلاف، یعنی کمک هایی که میشه های با این خانه خراب شده با یک کمک میشه یا با چهار دیوالی های حوالی که چپن شده باشده، چون کمک هایی شده دقیق معلوم نیست از کدام این چیه؟ بله، تشکر برادر. سوال دیگه نداشتین؟ بخیر باشید. مانهایی که البته در سیلاب ها زیان میبینن، بعضی ها هستن که مثلا یک قسمت خانشان ویران میشه و بعضی ها هستن که مکمل خانشان ویران میشن، با کدامش بیشتر توجه صورت میگیره؟ پیش ما گفتیم که ما سه کاتگوری داریم، یکی خانهش ویران میشه، او در کاتگوری اول ما جای داره، یکی خانهش تخریب میشه مثل دیوالش غلطیده، یک بغل اتاقش غلطیده، کل خانهش از بین رفته، در کاتگوری دوم است، یکی فصل و باغ و چیزش تخریب شده، او در کاتگوری سیوم است. کاتگوری اول ما کمک زیاد میکنم، کاتگوری دوم کم میکنم، کاتگوری سیوم از اون کم میکنیم. بله، 0790-13-71-71 شماره تماس برنامه است و در رابطه با کارکردهای یک هفته اخیر سرمیاشت و یا هم هلال احمر افغانی میشه که تماس بگیرین. زمانی که تماس گرفتین موقع خوب اختیار بکنین، دوم صدای تلویزیونتان رو پخش بکنین. خب در رابطه با مناطقی که قرار است هفته پیش رو برین اونجا سروی بکنین و کمک بکنین، کدام ولایت هاست، کدام ولسوالی هاست؟ پیش که گفتم که 70000 فامیل کمک می‌بینیم، در سطح مملکت است، امیال کارش جریان داره که کدام ولسوالی تعیین شوه، چون در ولایت که نمایندگی ما وجود داره، ما از نمایندگی خود راپور جمع میکنیم که ما با ولایت شما 2000 یا 3000 با 3000 فامیل کمک روان میکنیم، شما که اوجا هستین یک ارزیابی بکنیم کدام ولسوالی زیاد فقیر هستن، در کدام ولسوالی مردم اذیت دیدن، اونا با ما راپور خود روان میکنه، طبق راپور اونا باز مرکز هم یک ارزیابی میکنه با امو ولسوالی روان میشه. نمیال تالی ولسوالی مشخص نشده گیست، مگم ولسوالی یا در ولایت هایی که امیال مردم ها خساره دیده و ما میخوایم که در هفته کمک شد، ولایت پروان است، ولایت لوگر است، ولایت غزنی است، کنر است، نورستان است. تشکر شغل زوی صاحب، پیام گفتنی اگر در اخیر باقی مونده باشه. پیام گفتنی فقط به گدایگره دارم،
چون ما بدون از اینکه گدایگرا پوری نخ میتم اشتوکایش تعلیم میتم با اونا کورسای حرفوی که یک حرفه را یاد بکنم میتم با اونا ورکشاپای اگای دیهی جور میکنم که اونا دی چیزا شرکت بکنن نشوا که فقط پول بگیره و در اشتوکای خود با چیز چی روان نکنه که اونا با ما بخیر باشین. تشکر. نباش. آقای عرفان الله شرفزای سخنگو و رئیس نشرات هلال احمر افغانی یاسرمیاشت. ممنون، موفق باشید. تشکر. تشکر از بیننده ها. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.